امروز میخواییم داستان زن انگلیسی رو براتون تعریف کنیم که بعد اینکه واسه انتقام از قاتل پسرش با یه عالمه پول به آمریکا سفر میکنه، میفهمه اونجا اصلا امنیت نداره و به خاطر همین به یه مرد سرخپوست التماس میکنه که تو سفرش بهش کمک کنه تا قاتل پسرش رو پیدا کنه. به کانال فیلمینو خوش اومدین. امروز میپردازیم به داستان سریال The English. در ابتدای داستان و تو سال 1890 مردی به نام واتس رو میبینی که ورود یه زن انگلیسی پولدار به نام لیدی رو به خاک آمریکا خوش آمد میگه. لیدی بعد پیاده شدن از کالسکه به راننده کوتوله درشکه کاسک میگه چرا این خر رانندگی میکردی؟ اینجا واتس جوابش رو میده و میگه من ازش خواسته بودم و اگه این کارو نمیکرد سرخپوستا شربالتون رو چر میدادن و کاری باهاتون میکردن که قطعاً الان اینجا و جلوی هتل من نبودین. اون بعدش به لیدی یه سرخپوست رو نشون میده که قبلا اسیرش کرده و شکنجهش داده، چون اون بدبخت فقط رفته بود تو هتلش و ازش یکم نوشیدنی خواسته بود. اینجا لیدی بعد شنیدن حرفای وات میره طرف اون مرد سرخپوست و بهش میگه میخوام کمکت کنم، اما اون ازش میخواد که این کارو نکنه، ولی لیدی به حرفش گوش نمیده و میره سمت وات و بهش در قبال آزادی اون مرد سرخپوست پیشنهاد پول میده، ولی اون لاشی میزنه لیدی بیبی رو ناکوت میکنه. تو همین لحظه بعد اینکه کوتوله ساک زنه رو پرت میکنه پایین و واتس پولاشو میبینه، میره اون مرد سرخپوست که اسمش ویپر رو آزاد میکنه و با دستای بسته میدتش دست کاسک تا با خودش ببرتش پیش کلانتر و بهش بگه که ویپ یه زن انگلیسی رو به قتل رسونده. بعد رفتن ویپ و کاسک، واتس به نوچش دستور میده یه لباس قرمز رو تن لیدی کنه تا امشب باهاش اندام تناسلیشو از عزا در بیاره. همزمان از اون طرف ویپ متوجه میشه که یه عده راهزن دارن دنبالشون میان و به خاطر همین کاسک درشکه رو نگه میداره، چون میدونه که هیچ راه فراری ندارن. اینجا ما میفهمیم که ویپ با اینکه یه سرخپوسته قبلا تو ارتش آمریکا بوده و بعد اینکه کاسک بهش اسلحه های مسلحی که زیر درشکش مخفی کرده رو نشون میده، دستبندشو باز میکنه و بهش یه تفنگ میده تا شاید بتونه در مقابل اون راهزنا یه گویی بخوره. بعد رسیدن راهزنا اونا تصمیم میگیرن که ویپ رو ببرن و بکشنش، اما اون کاری میکنه که یکیشون بره جلوی لوله اصلی که داخل درشکه است تا اینجوری کاسک بهش شلیک کنه. بعد از این اتفاق ویپ سوار یکی از اسبای راهزنا میشه و از کاسک میپرسه که اون زن انگلیسی مرده. کاسک هم میگه اون امشب کشته میشه و واتس میخواست قتلشو بندازه گردن تو. یکم بعد ویپ بعد اینکه میفهمه کاسک تیر خورده و به زودی میمیره بهش یه هفت‌تیر میده تا همونجا خودشو روانه درگاه گاد کنه. بعدش میبینیم در حالی که شب شده واتس لیدی رو با اون لباس قرمزی که تنش کردن گذاشته سر شام تا بعد گذروندن یه شب رویایی بکشتش. اما اینجا لیدی میگه یه نفر پسرمو کشته و من برای این که از قاتلش انتقام بگیرم به آمریکا اومدم. خلاصه اینجا باید بدونید که قاتل پسر لیدی یه مرد پولداره و چون میدونسته که لیدی داره میاد وایومینگ، به واتس دستور داده که راه گزیدنشو مسدود کنه. واتس میگه من امشب در نهایت شادی و مسرت یه شیء بزرگ و گوشتی رو روانه درز مهربونت میکنم و قبل افتادن فشار خونم دست از کار میکشم تا یه گلوله بکارم تو اون فیس بیلی آیلیشیت و بفرستمت اون دنیا. اون بعدش بهش شام شبشو نشون میده که میبینیم چند تا خایه پخته شده هستن و بعدش میبینیم که وات خودش با شوق و ذوق یکیشونو میذاره تو دهن کثیفش. یکم بعد یه چاقو فرو میره تو پشت وات و میبینیم که این کارو ویپ انجام داده و بعدش میگیره گردنشو میبره و پرونده گندگوزیاشو میبنده. اون بعدش میره سراغ نوچه های واتس و یکیشونو با کمک لیدی و با یه روش خارپستهی به قتل میرسونه. بعد از این اتفاق ویپ اسبشو زین میکنه که از اونجا بره، چون میخواد یه تیک زمینی که دولت بهش در قبال خدمتش وعده داده بود رو بگیره. اما قبل رفتنش لیدی بهش پولاشو نشون میده و التماس میکنه که کمکش کنه، چون اون تنهاست و میخواد بره وایومینگ تا انتقام مرگ پسرش از یه
یه مرد پولدار بگیره. خلاصه ویپ که یه مرد متین و با شرفه، دلش برای بانو لیدی میسوزه و تصمیم میگیره که بهش کمک کنه. اما قبل رفتنشون بهش استفاده از اسلحه رو آموزش میده. یکم بعد اونا راه میافتن و روز بعد اون اطراف میبینیم که سه تا مرد لاشی یه مهاجر آلمانی رو اسیر کردن که بکشنش. اما اون میگه من زنم بارداره و بهشون التماس میکنه که بذارن بره و اونا هم قبول میکنن. بعد دور شدن طرف، یکی از اون آدما که یه سرخپوستم هست به سمتش یه تیر پرتاب میکنه و نرسیده به کالسکش باعث مرگش میشه. همزمان از اون طرف ما لیدی و ویپ رو میبینیم که دارن به اون منطقه نزدیک میشن و یه دفعه اون سه تا لاشیه میبیننشون و میان سمتشون. اینجا ویپ از لیدی میخواد که اگه اتفاقی افتاد به اسب سمت راستیه شلیک کنه. یکم بعد اون لاشیا میان جلو و یکیشون ویپ رو میشناسه، چون اونم مثل ویپ قبلا تو ارتش بوده و بعدش اونا از ویپ میخوان که بهشون ملحق بشه و باهاشون راهزنی کنه. ویپ پیشنهاد اونا رو رد میکنه و بعدش اونا میگن چی تو کیف اون زنه. ویپ هم میگه بیا سمتش تا جوری بذارم درت که درت بره سرت. خلاصه بعد یه سکوت طولانی اینا به اونا نگاه میکنن، اونا هم به اینا نگاه میکنن، بعدش دوباره اینا به اونا نگاه میکنن و بازم اونا به اینا نگاه میکنن که یه دفعه ای به قربون اون دل مهربونت بانو. یکم بعد لیدی و ویپ کالسکه اون آلمانیا رو پیدا میکنن و بعدش که ویپ میبینه یه زن باردار داخلشه و مرده، میفهمه که بچهش زنده است و سعی میکنه بکشتش بیرون. اون از لیدی میخواد که بره یکم شکر پیدا کنه و میبینیم که لیدی موقع گشتن داخل وسایل کالسکه اون یکی دختر اون خانواده رو پیدا میکنه و همزمان ویپ هم بچه ی زنه رو به دنیا میاره. سعی کنین همیشه مثل ویپ مرد باشین و مثل این گرگا لاشی نباشین تا بیبیا بهتون اعتماد کنن. و آره، همون روز اونا زیر چند تا درخت میشینن و تصمیم میگیرن یه جایی پیدا کنن که اون بچه ها رو نگه دارن، وگرنه یه هفته هم دووم نمیارن. خلاصه اونا راه میفتن و بین راه به یه زن به نام کتی برخورد میکنن و اون با خودش میبرتشون به خونش و میبینیم که اونجا ویپ شروع میکنه به گپ زدن با شوهر کتی جان. اینجا اونا میفهمن که اون خانواده آلمانی داشتن با یه گروه بزرگتر از اقوامشون سفر میکردن و اگه الان راه بیفتن احتمالاً سه روز دیگه بهشون میرسن. بعدش لیدی تصمیم میگیره که خودش بچه ها رو ببره تا بهشون تحویل بده و چون کاروان اونا برعکس مسیر سفر لیدی و ویپ رفتن، ویپ تصمیم میگیره اونجا منتظر برگشتن لیدی بمونه و تو این مدت از پولاش حفاظت کنه. ما تا اینجا دو قسمت اول این سریال رو براتون تعریف کردیم و اگه میخواین چهار قسمت دیگهش رو هم ببینین، میتونین به کانال تلگرام ما که لینکش رو براتون پایین صفحه و داخل دیسکریپشن نوشتیم مراجعه کنید.